دارسی اولین قرارداد نفتی ایرانه که خیلی ها معتقدن خیانت بزرگی در حق ملت ایران بوده اما برخلاف چیزهایی که تو کتابهای تاریخ مدرسه بهمون گفته شده قرارداد دارسی نه تنها خیانت نبوده بلکه بزرگترین خدمت قاجارها هم بوده. بریم ببینیم داستان این قرارداد چی بوده. داستان از اونجایی شروع میشه که در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه باستان فرانسوی به نام ژاک دمرگان مجوز حفاری و باستانشناسی شناسی میگیره به ایران میاد و کارشو شروع میکنه در حفاریایی که انجام میداده به این نتیجه میرسه که به احتمال زیاد از نظر زمین شناسی در ایران نف وجود داره و وقتی دمونگان برمیگرده به پاریس در مجله معادن پاریس مقاله ای چاپ میکنه و یافته هاشو بیان میکنه و میگه به احتمال زیاد در ایران نف وجود داره در اون زمان فردی به نام کتابچی خان در پاریس زندگی میکرده حالا این کتابچی خان زمانی رئیس گمرکات تهران بوده این مقاله ژاک دمورگان رو در مجله معادن فرانسه میخونه و این فکر به ذهنش میرسه که آقا چرا دنبال سرمایه گذار برای نفت ایران نگردیم و حالا این آقای کتابچی خان بیشتر دلال بوده چون از طرفی هم با درباره ایران آشنا بوده و از طرف دوستانی هم تو اروپا داشته مدتی دنبال سرمایه گذار میگرد این آقای کتابچی خان و بالاخره بعد از مدتی به کمک سفیر سابق انگلستان در تهران میتونه ملاقاتی با دارسی داشته باشه و در اون ملاقات کتابچی خان دارسی رو قانع میکنه که باید در ایران سرمایه گذاری کنه دارسی هم دو تا زمینشناس به ایران میفرسته و اون زمین ها هم یافته های قبلی رو تایید میکنم و میگم می به احتمال زیاد از نظر زمین شناسی در ایران نف وجود داره کتابچی خان به همراه نماینده های دارسی به ایران میاد و به وسیله سفارت انگلیس در تهران وقتی از دربار ایران میگیرن بعد از چند جلسه که با امین و سلطان برگزار میکنن و به احتمال زیاد دادن رشبه به دربار ایران قراردادی بین ایران و انگلستان بین دارسی و دربار ایران بسته میشه از طرف دارسی آقای آلفرد ماریو نماینده قانونی دارسی و نایب کنسول انگلستان این قرارداد رو امضا میکنن و از طرف ایران خود مظفرالدین شاه امین و سلطان و مشیر و دوله وزیر خارجه و آقای قفاری وزیر معادن این قرارداد رو امضا میکنن جالب اینه که دارسی تا آخر عمرش حتی یک بار هم به ایران سفر نمیکنه قرارداد 18 تا بند داشته و قرارداد به دو زبان فارسی و فرانسه تنظیم شده بوده و همونطور که میبینید ز... کسی که ز... به زبان فارسی این قرارداد رو نوشته خیلی هم بدخط بوده اصل قرارداد تو موزه نفت وجود داره و مفاد مهم این قرارداد این بند ها بودن در بند یک این قرارداد اومده که حق استخراج و اکتشاف نفت و گاز در تمام امپراتوری ایران به آقای ناک دارسی واگذار میشه و در بند چهار این قرارداد اومده در اون زمان اینو توضیح بدم که چند تا, معدن نفت در ایران وجود داشته که در شهرهای شوشتر قصد شیرین و درکی بوده حالا در اون زبان در این معادن نفت به صورت خودجوش از زمین می اومده بیرون و مردم استفاده میکردن که در بند چهار این قرارداد اومده که حق استفاده از این معادن هم به دارسی واگذار میشه و دارسی بابت این سه معدن سالانه دو هزار به دربار ایران پرداخت میکرده و در بند ششم قرارداد اومده که استانهای شمالی ایران به دلیل نزدیکی به روسیه از این قرارداد مستثنان به شرطی که حق اکتشاف نفت در این استان به کس دیگه واگذار نشه و, و یکی از مهمترین بند ها ده بند دهم این قرار داده که طبق اون ناکدارسی مبلغ دو ازا بیس ازال رو نقدم به دربار ایران پرداخت میکنه و بیس ازال لیر هم به عنوان سهام برای درباره ایران در نظر میگیره و علاوه بر اینها هم از سود فروش نفت 16 درصد به ایران میرسیده حالا علاوه بر این پولایی که دارسی داده بوده حدود سی هزار لیر هم دارسی به دربار ایران رشوه داده بوده بند 15 این قرارداد اومده که بعد از اینکه مدت قرارداد تموم شد یعنی اون 60 سال تموم شد تمام ابزارالات و ماشین ها و ساختمون هایی که در اختیار کمپانی بوده به دولت اینان واگذار می شده و در بندهای دیگه هم نحوه رفع اختلاف و اینکه اماکن مقدس باید مستثنا باشن در نزدیکی اماکن مقدس اکتشافی انجام نشه و موارد دیگه ای از این دست بیان شده بوده بعد از بستن قرارداد زمینشناس معروفی به نام جورج رینولدز به ایران میاد و کار حفاری و اکتشاف نفت رو شروع میکنن نکته ای که خیلی از ویدیوها و کتاب ها در مورد این قرارداد بیان نمی اینه که شرکت دارسی از 1901 تا 1908 به مدت 7 سال در نقاط مختلف ایران به دنبال نفت میگشته و چند تا چاه نفت پیدا میکنن ولی برداشت نفت از این چاه ها اقتصادی نبوده و اون چاه ها رو رها میکنن و دارسی حدود نیم میلیون پوند در ایران سرمایه گذاری کرده بوده ولی هنوز هیچ چیزی پیدا نکرده بوده و پولش داشته تموم میشده و در این زمان دولت انگلیس میترسه که دارسی امتیاز اکتشاف نفتش رو به کس دیگه ای مثلا روس ها یا فرانسوی ها واگذار کنه به خاطر همین شرکت نفت برمه میاد وسط و مقادیر زیادی از سهام دارسی رو میخره کار اکتشاف تا سال 1908 ادامه داشته ولی انگلیسی ها هنوز نتونسته بودن نفتی تو ایران پیدا کنن دقت کنیم ما داریم درباره سال 1280 صحبت میکنیم زمانی که در ایران هیچ جاده درست حسابی وجود نداشته و شما اگه میخواستید از تهران به مشهد هم برید باید ده روز تو راه میبودید حالا تو این وضعیت شرکت دارسی باید تجهیزات حفاری نفت و با اولاغ به وسط بیابون میبردن و اونجا کار حفاری رو شروع میکردن علاوه بر این سختی ها کارگران و مهندسین هم به غذا و آب نیاز داشتند و گرمای هوا و بدی شرایط جوی باعث می شده که اونها مریض بشن در این شر... و این شرایط سخت باعث می شده که کار اکتشاف و پیدا کردن نفت در ایران به کندی و با هزینه هنگفتی همراه باشه در روزهای آخری که انگلیسی ها نامید شده بودن و میخواستن کار حفاری رو متوقف کنند مقادیر قابل توجهی نفت در مسجد سلیمان کشف میشه و بنا به گزارش های ثبت شده وقتی مته حفاری به نف میرسه نف تا ارتفاع 5 متری به هوا پرتاب میشده و انگلیسی ها بعد از هفت سال کار طاقت فرسا به تونستن تو ایران نفت پیدا کنن اونا به کار حفاری ادامه میدن چند تا چای دیگه هم پیدا میکنن و بعد از اینکه مطمئن میشن به مقادیر اقتصادی در ایران نفت وجود داره کار حفاری رو متوقف میکنن در اون زمان اکثر چاهای نفتی که انگلیسی ها پیدا کرده بودن در منطقه بختیار نشین بوده و انگلیسی ها برای اینکه این بختیاری ها براشون مشکلی به وجود نیارن و با اونها همکاری کنن اونا رو شریک میکنن و شرکتی به اسم شرکت نفت بختیاری تاسیس میکنن و سه درصد از سود فروش هم به بختیاری ها میدادن و بختیاری ها هم متعهد شده بودن که امنیت چاهای نفت و مهندسین رو تعمین کنند. حالا انگلیس این وسط یه زرنگی میکنه سه درصد سهم بختیاری ها رو هم از اون 16 درصدی که قرار بود به دولت ایران بده پرداخت میکرده حالا بعد از کشف نف مشکل بعدی انتقال این نف از مسجد سلیمان به کشتی ها در جنوب ایران بود انگلیسی ها کار استخراج نفت رو متوقف میکنن و به دنبال محلی برای زدن پالشگاه میگردن بعد از تحقیقاتی انجام که انجام میدم متوجه میشن بهترین محل برای زدن پالشگاه آبادانه ولی مشکلی که اینجا وجود, داشته وجود داشت این بود که این منطقه در دست شیخ خزل بود و شیخ خزل هم مثل بختیاری ها میخواست سهمی از نفت داشته باشه انگلیسی ها زمین هایی رو از شیخ خزل اجاره می کنند و در این زمین ها پالایشگاه نفت آبادان رو می سازند و قرار میشه سالانه 600 لیر به عنوان اجاره به شیخ خزل پرداخت کنند و شیخ هم امنیت پالایشگاه و خطوط لوله رو تعمین می و به این نحو انگلیسی ها شروع می کنند به ساختن خط لوله از مسجد سلیمان به پالایشگاه در آبادان ساخت خطوط انتقال نفت از مسجد سلیمان به پالایشگاه در آبادان حدودا تا سال 1913 طول میکشه و بالاخره نفت ایران در سال 1914 به بازارهای جهانی میرسه در اون زمان ایران یه میاره که در اروپا در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه و در اون زمان آلمانی ها با عثمانی ها متحد بودند و آلمانی ها به وسیله عواملی که در ایران داشتن خط انتقال لوله از مچه سلیمان به آبادان و منفجر میکنن و خسارت های زیادی به تجهیزات استخراج نفت در ایران وارد میکنن و این عمل آلمانی ها باعث میشه که استخراج نفت در ایران تا مدت ها تعطیل بشه بعد از مدتی دوباره صادرات نفت شروع میشه ولی سهم ایران از فروش نفت خیلی کم بوده و متاسفانه در اون زمان در ایران کسی نبوده که از حساب کتاب فروش نفت سر در بیاره و ببینه که انگلیسی ها چقدر نفت فروختن و سهم ایران چقدر میشه و انگلیسی ها هم در این قضایه همیشه سر ایران و خلا میذاشتن اونا ابتدا هزینه و حقوق کارمندان و مخارج استخراج نفت رو کم میکردن بعد 33 درصد به عنوان مالیات به دولت انگلیس پرداخت میکردن و از اون 67 درصدی که مونده بود سهم ایران رو پرداخت میکردن البته این نکترم بگم که هیچ وقت این حساب کتاب دقیق نبوده و همیشه اختلافاتی بوده حالا یه چونه ای می زدن انگلیس یک پولی رو به عنوان فروش نفت ایران میداده و ایران هم بر ادعای گذشتش سرپوش میذاشته و هیچ کتاب دقیقی وجود نداره که ببینیم در اون سالها ایران چقدر نفت میفروخته این روند ادامه داشته تا اینکه در سال 1920 رضا به قدرت میرسه رضا از سهم کم ایران از فروش نفت ناراضی بوده حالا یه سری برنامه ها هم بر توسعه ایران داشته که به پول نیاز داشته وارد مذاکره میشه ایران با انگلیس یه دوره طولانی این مذاکره طول میکشه تا در نهایت رضا شاه عصبانی میشه و پرونده مذاکراتو در بخاری میسوزونه و قرارداد دارسی رو یک طرفه لغو میکنه کشمکش هایی بین ایران و انگلیس به وجود میاد تا در نهایت در سال 1933 قرارداد جدیدی بین ایران و انگلیس بسته میشه و قرارداد دارسی باطل میشه تا اینجا یه خلاصه ای از قرارداد دارسی رو براتون بیان کردیم و در خیلی از کتاب ها مثل کتاب همه مردان که اکثر ویدیو ها هم به این کتاب ارجاع میدن قرارداد دارسی و یه قرارداد ننگین و خیانت به ایران معرفی کردن ولی آیا واقعا قرارداد دارسی خیانت به ایران بوده و یا تنها فرصت ایران برای داشتن درآمد از نفت بوده داخل پرانتزی بگم که ما یه ویدیویی درباره کتاب همه مردان شاه ساختیم و این کتاب رو تو اون ویدیو خلاصه کردیم اگه دوست داشتید میتونید این ویدیو هم ببینید و برگردیم به موضوع خیلی ها قرارداد دارسی رو با قرارداد توتون و تنباکو مقایسه میکنن و این مقایسه اصلا درست نیست چون توتون و تنباکو کالایی بود که ایرانی ها میدونستن چجوری تولید کنن و اونو به فروش برسونن ولی ایرانی ها هیچ چیزی درباره نف و فروش و استخراج اون نمیدونستن و استخراج و پیدا کردن نفت در ایران به 14 سال زمان و سرمایه گذاری نیاز داشت و این اصلا کاری نبود که دربار ایران بتونه به تنهایی انجام بده نکته دومی که دوستانی که میگن این قرارداد خیانت بوده و بهش توجه نمی کنن اینه که این قرارداد در سال 1901 بسته میشه در اون زمان نفت یه منبع انرژی جدید بوده و فقط 5 درصد بازار جهان دستش بوده از اصر زغال سنگ بوده و بیشتر کشتی ها و صنایع از زغال سنگ استفاده میکردند. و واسه همین ارزش زغال سنگ از نفت بیشتر بوده و ایران هیچ پیشنهاد بهتری برای استخراج نفت نداشته و اشتباه بزرگی که بگیم اگه قاجار این قرارداد رو نمیبست نفت برای آیندگان میمون چون هر ماده معدنی و منبع انرژی تا زمانی در جهان کالای استراتژیک است و همونطور که در سال 1901 زغال سنگ کالای استراتژیک بود و امروز دیگه اون ارزش سابق و نداره نفت هم همینطوره شاید در آینده بشر انرژی های دیگه ای رو جایگزین نفت کنه و این وسط کشورهایی برد کردند که تا تونستن نفتشون رو فروختن و در صنایع جدید سرمایه گذاری کردن علاوه بر این خیلی از های نفتی و گازی ما با کشورهای همسایه مشترکه و هر کشوری که نفت و گاز بیشتری بفروشه برد کرده اگه در زمان حال هم شرکتی پیدا بشه که حاضر بشه در این های مشترک سرمایه گذاری کنه و حتی 20 درصد سودش هم به ما بده ما ضرر نمیکنیم. و این دقیقا همون کاریه که کشور قطر داره با ما میکنه قطر از شرکت های نفتی فرانسوی تا شرکت های نفتی چینی قرارداد بسته و تا میتونه از میادین مشترکش با ما برداشت میکنه قطر در 20 سال گذشته بیش از 700 میلیارد دلار بیشتر از ما از حوزه های مشترک برداشت کرده و 700 میلیارد دلار عدد خیلی بزرگیه و اگه شما این عدد رو به جمعیت 80 میلیونی ما تقسیم کنید متوجه میشید چه ثروت عظیمی و ما از دست دادیم و این تازه یکی از حوضه های مشترک ما هست و خیلی باعث افتخاره که مهندسین ما بتونن یه دکل نفتی بسازن ولی در زمانی که ما داریم این تکنولوژی رو به دست میاریم رقیب قطری ما میلیاردها دلار از گاز ما رو به فروش میرسونه و زمانی ما متوجه میشیم که شاید قرارداد دارسی منافع ملی ما رو بیشتر تعمین میکرده خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید و حتما برامون بنویسید که آیا قرارداد دارسی به نفع ایران بوده یا به ضررش و تا ویدیوهای بعدی خدا آفز. آه تموم شد ما در این ویدیو میخوایم درباره این صحبت کنیم که چرا ملی شدن صنعت نفت به ضرر ما ایرانی ها بوده جنگ جهانی دوم و در اشغال بودن ایران قائله آذربایجان سوس بودن های حکومت محمد رضا شاه باعث شده با ایران نتونه مفادی که در قرارداد 1933 هست و مطالبه کنه و انگلیسی هم از این وضع سوء استفاده میکردن و به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نمیکردن تو کتاب عامل اصلی ملی شدن نفر رو همین عمل نکردن انگلیسی ها به تعهداتشون وضعیت بد کارگران در آبادان, در آبادان و نارضایتی مردم از این قضیه میدونه که این کاملا اشتباهه